میگه تو دنیا هر کسی هر کاری بکنه در گرو عمل خودش میمونه، حتی اگر توبه کند توبش قبول میشود، بله، مؤمن و عاقبت به خیر میمیرد، بله، ولی اثر این گناه و این عمل رو بدنش میمونه، اثرش هست. شما کدومتون، هر کدومی که عربی میدونید، به دم حیوان میگن چی؟ ذنب. ذنب یعنی دم. به گناه هم میگن ذنب. اللهم اغفر لی الذنوب التي، ذنوب جمع ذنب، ذنب یعنی گناه. به دم گاو میگن ذنب، به گناه میگن ذنب، چون پی داره، دم داره، دنبال داره. حتی اگر توبه کنی خدا میبخشه. انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل عملا صالحا، بر منکرش لعنت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، به بندگانی من که اسراف کرده اند از تمام معصیت ها را، از هر دری تو بودن. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشو، برگرد بگو غلط کردم، بگو اشتباه کردم، دستا بالا ببخشیدم. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا میبخشه. من حسن احمدی بخلم میام میگم برو بابا چی خدا میبخشه؟ خدا میگه میبخشم. من زورم میاد، من حسودی میشه، میگم معصیت کردم، میگه خدا میبخشه. خدا تو قرآن میگه قل یا عبادی الذین اسرفوا، اسراف در معصیت، همه کاری کرده، میبخشه، جهنم نمیری. اما بهشت، با بهشت اونی که این گناه ها را نکرده اگه فرق نکنه، که خدا عادل نیست. مثال، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از قرآن بگم که جای دیگه نبرمت، نمونه خیلی دارم، نمونه خیلی دارم، از قرآن میگم. خدای منان آدم را فرمود، سوره بقره آیه 30، و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، ملائکه من میخوام روزی خلیفه قرار بدم. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها، خب بعد از اون که آدم خلقش کرد فرمود ملائکه سجده کنید بهش، خب بعد میاد گفتم قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما، آدم و حوا بفرما تو این بهشتی که رو زمینم بوده، بفرما تو بهشت، نه سرما میفهمید، نه گرما میفهمید، نه خستگی میفهمید، همه چیزی هم مال خوردن و استراحت توش هست، عروس و دوماد، بفرما تو بهشت ما عسل، همه چیز بخورید. ولا تقربا هذه الشجره، از این شجره نخورید. رفتن تو ساعت 11 قبل از ظهر، رفتن تو بهش 12 خوردن همونی که باید نخورن، یک بیرونش کردن. بعد 40 سال رو کوه صفا، السلام علی آدم، کوه صفا، صفت الله، کوه صفا، چون آدم 40 سال رو این کوه گریه کرد صفا. و زن ما عربیش چی میگه؟ مرعه، 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 یعنی چون حوا نشسته بود، آدم حوا روی کوه 40 سال گریه. فتلقا آدم من رب کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. جبرئیل اومد گفت بگو الهی یا حمید به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا ذل الحسن به حق الحسین. این 5 سال گفت و برای امام حسین هم گریه کرد و خدا توبهش قبول کرد. توبهش قبول شد یا نه؟ قرآن میگه فتاب علیه، توبهش قبول کردم. ولی برگشت تو بهشت؟ نه، بهشت مال وقتی بود که معصیت نکرده بودی. حالا که نگفتم نخور و خوردی، خود دیگه جاده اونجا نیست، جاده اینجاست. حدیث داریم العیاذ بالله، خدایا به امام زمانم قسم، حالا شما نمیگم، من وظیفه من اینجا که میشنم روایات که اهل بیت فرمودن بگم. شیخ صدوق قدس الله سره کتابی دارد به نام ثواب الاعمال، کتابی دارد به نام عقاب الاعمال. این حدیث که میخوام بگم در کتاب شریف عقاب الاعمال شیخ صدوق است،
العیاذ بالله نستجیر بالله. خدا به محمد آل محمد، به آقا امام حسین و لحظات آخر عمر آقا امام حسین، نسل جوان ما را از این گناه حفظ کن. کسی اگر عیاذ بالله لواط کنه توبه نکرده بمیره، با قوم لوط محشور میشه. اگر لواط کرد و پیشیمون شد و توبه کرد، خدا میبردش بهشت، اما دیگه رو تختای بهشتی نمیشونتش، میگه روزی میبشیم تخت بهشتی مال کسی این کارا نکرده. فرق میکنه. حور با حبیب توبهش قبول شد، بله غلامشم، السلام علی حر ابن یزید ریاحی، اما با حبیب فرق میکنه. حبیب کجاست، حور کجاست؟ اینو هست. خب کل نفس به ما کسبت رهینه، هر کسی هر کاری تو این دنیا بکنه در گرو عملش قرار میگیرد، با توبه از گرو عمل در میاد، اما اثر گناه میمونه. پیراهن سفید تو بغازه تو قاب چقدر تمیزه؟ میگیرم میخرم میپوشم، چرک میشه، کثیف میشه، نجس میشه، میشورم. تمیز شد یا نه؟ بله. پاک شد یا نه؟ بله. مثل اولشه یا نه؟ نه. این حدیثه. کجا؟ اصول کافی عربی جلد 2. امام صادق فرمود گناه کن و توبه کن مثل این لپیرنه است. تا قبل از این که از قاب در بیرم به پوشم، اگه ببرم کاسه به پسمر میداره، اما بعد که پوشیدم چرک شد، نجس شد، با تایید، با شما، با ماشین لباس شویی شستم، تمیزم شد، قاب کنم ببرم، میگه نه من دیگه پسور نمیدارم. مرتا خدا و کریمه پسور میداره، اما با فرق پسور میداره.